یه کتابی داره به نام گرشاسب نامه، باورت میشه؟ گفته بود راست میگی؟ اسدی توسی گرشاسب نامه عجیب درمت گرشاسب نوشته چون رنگش توسی شروع شد؟ سلام علیکم. سلام علیکم. خب شما یکم جا به جا شما اینجا کیامانو باید تصمیم داشته باشه. خوبه خوبه اینا هر کی باشه. آقای فرزاد از اینکه شما اینجا وجود دارید خوشحالم، از اینکه بقیه اینجا وجود دارن خوشحالم. با از سلام و صلوات از خانم میدون از اینکه شما اینجا وجود داشت باشه. خیلی خوشحالم که اینجا وجود دارید. من خیلی عقده ای ام که به توجه بشه و به گوش داده بشه. من همین ازتون خواهش کردم که بیاد قصه‌مون رو گوش بدید. مرسی که امروزمون چیه؟ خاندان رستم. از اینکه گوش میدید به موبایلتون توجه نمی کنید، حتی اگه بعد بود وسطش نمیدید بیرون، از همه اینا عادتتون بود. من عقده ای ام اگه چی بشه ناراحت میشم واقعا. ببین ما در جریان سه شنبه قصه ها که ایوی گفته نگیم واسه چی سه شنبه قصه هست و آقای سامان یاد همیشه گیم ما بوده تا حالا در سه شنبه قصه آقای سامان ازم حضور شما که از اول شاهنامه شروع کردیم از حضرت کیومرث. خب اومدیم تا رسیدیم به آقای منوچهر. خب آقای منوچهر خیلی آدم مهم، بسیار بسیار آدم مهمیه. حتی من یادمه که گفتم بهتون که در برخی منابع منوچهر انسان نخستیم. چون کنه منابع پهلوی بچه خیلی متنوع اطلاعاتشون هر دم از این باغ بری میرسد طور. تو برخی منابع کیومرث انسان اول است، تو منابع زیادی جمشید انسان اول است، توی برخی منابع آقای منوچهر انسان اول است و و و خیلی چیزای دیگه. خب یه منبعی ما داریم در سه شنبه قصه به نام کتاب اسطوره شناسی پهلوانان ایرانی که آقای شهرمین وکیلی نوشته. واقعا انسان نیکوی آقای شهرمین. این حضرت شهرمین وکیلی خیلی اعتقاد به اوستا داره، یعنی به متون پهلوی داره، هی میده میگرده هر چیزی رو توی از در نتیجه اون چیزی که ما از شاهنامه تعریف میکنیم در این مجموعه خیلی رویکرد اوستایی داره. خب یعنی اطلاعات اوستایی هم داره. خب واقعیت اینه که اینا منابع مشترک داره، یعنی بالاخره خدای‌نامه هم یه بخشی از متون ایران باستانی و از این حرفا. خب اون چیزی که به فردوس رسیده اونه، مثلا زادسپی هم یه چیز دیگه است، وندیداد یه چیز دیگه، ولی همشون میشه گفت که آدم شخصیت‌های مشابهی دارن، میشه گفت قصه‌های مشابهی دارن و از این حرف. سلام مثلا رو یکی از اتفاقای خیلی مهم به زمان منوچهر به دنیا آمدن حضرت رستم، یعنی به دنیا آمدن زاله بعدش به دنیا آمدن منوچهر به رستم. خب و میدونید که رستم خیلی هست، یعنی ما از منوچهر رستم رو داریم. حالا بعد منوچهر میشه چی؟ نوذر. بعدش میشه زو. بعدش میشه گرشاس. بعدش به کیقوباد، بعدش به کیکاووس، بعدش به کیخسرو، بعدش به لهراس، بعدش به گشتاس، بعدش به بهمن. در زمان بهمن رستم میگیره. نه تا پادشاه. پنجمیش اسمش کی بوده؟ اسم امیدی؟ بعدش چه رو کنه؟ اشکال نه. صندلی هست، چرا توی صندلی جاش اینه؟ دو تا صندلی هست. حالا قضیه اینه که حضرت زال که پدر رستمه حتی تو زمان بهمن هم نمیمیره. ما اصلا مرگ آقای زال رو نداریم. خب حالا هم یه چیزایی خوندم نفهمیدم ولی بهتون میگم. خب بگذاریم رسما شروع کنم. طهمورث پدر جمشیده، جمشید پدر توره، تور پدر شیدسبه، شیدسب پدر تورگه، تورگ پدر شم، شم پدر تریتهه، تریته پدر گرشاسبه، گرشاسب پدر نریمانه، نریمان پدر سامه، سام پدر زاله، زال پدر رستم.
یعنی خاندان رستم نسبش میرسه به جمشید. این خیلی مهمه چون که یعنی که اینا میتونن فرد داشته باشن چون نسبشون میرسه به فردارا، به جمشید، به پادشاهان فردارا. حالا یه چیز جالبی امروز به نتیجه رسیدم که اولا کلا یه دونه فرد داشتیم، فرد پادشاهی. خب بعدش این وقت از هخامنشیان هرچی میاد جلو میرسه به ساسانیان، هی این تعداد فرد زیاد میشه. فرد پهلوانی داریم، فرد موبدی داریم، فرد آهنگری داریم. بابا ولمون کن دیگه بابا، مسخره بازی را انداختیم. آره دیگه، من واقعیتش اینه که تو این مورد کلاهبرداری تاریخی میبینم که اینا ساسانی ها میخواستن سر مردم کلاه بزنن، ولی خب شما میتونید همون تفسیر شما نظر شما محترم. میدونید گرشاسب در لغت یعنی چی؟ نمیدونید، حدثم نمیتونید بزنید. یعنی دارنده اسب لاغر. این زرتوش یعنی چی؟ شطور زرد. آفرین، دارنده شطور. شما همتون مجسمه گرشاسب رو دیدید؟ آره. حتی شما دوست عزیزید که پلاک ماشینت اینقدر رونده. 22666. میدون هور. همون جایی که آب هویج بستنی میخوری، توی میدون هور تهران یکی هست که داره اجدار میکشه، اون گرشاسب. همیشه ما که میرفتیم شوگر رو میزد این نشونه. خدا رو شکر هنوز هست. یه نکته اید، من هم سر جمشید هم سر فریدون گفتم، یادت سامان چیز مشترکی بین پدران اینا بود؟ مون درست میکردن؟ شرکت مونسازی داشت. سه نفر شریکم و اینا، یعنی این سه تا در با کمک هم، این خیلی اتفاقات مهمه، اینجوری آقلم در خواهر من نگاه نکن. این سه نفر با کمک هم موفق میشن فراوری هوم رو و گرفتن نوشیدنی هوم رو کشف کنن. The first one is لیوانگهان، پدر جمشید. The second one is آبتین، پدر فریدون. و third one is تریتا، پدر گرشاسب. جایزه اینا توسط اهورامزدا یه چیز جالبه ماهد است. اینا به سپاس یعنی خداوند جایزه که اینا میده اینه که شما دارای فرزندان نیکوکار میشید. به ویونگان جمشید رو میدن، به آبتین فریدون رو میدن و به تریتا کیو میدن؟ گرشاس. گرشاس یه داداشی داره به نام اورخشیه که اونم آدم خوبه. خب این آقای گرشاس توی شاهنامه خیلی آدم مطرحی نیست. خب از پادشاهانه تو اوستا و شاهنامه یک چیزی تو بیشتر تو اوستا، ولی حالا شاید رفت به شاهنامه داشته باشه، یک سردار ضحاک که وقتی فریدون ظهور پیدا میکنه ضحاک رو میپیچونه میره تو تیم فریدون، مثل نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در سال 57. و میپیچونه میره تو تیم آقای فریدون و دیگه اون تو تیم میره. ولی توی اوستا ما خیلی گرشاسب تورانی داریم. خب و این آقای گرشاسب یک ویژگی داره که در رستم هم متبلوره، اون هم اینه که حضرت سفر زیاد میرفته. سلام علیکم. بفهم ما هم اولش مثلا نگه نمیشه، ایشون بودن که گفتن به شما
یکی دیگه هم باشه میاد. مائده خودم. سلام علیکم. سلام ببر. چرا مائده است؟ هیچ هیچ چه نمیشه اینا. من چون که اطلاعاتم امروز کمه دارم کش میدم و بعدا اینکه باید کشتر بستم سفر زیاد میرفته، یعنی ایشون پادشاه زابل بوده، پادشاه کابل بوده، پادشاه مازندران بوده، حمله کرده به هند، همینجور هی در حرکت چی؟ جنگ استانی میرفته از در خب؟ رستم هم اینجوریه، یعنی ما رستم رو تو هاماوران میبینیم، تو مازندران میبینیم، تو طبرستان میبینیم. رستم 7 سال میبینی پادشاه کجا بوده؟ هفت سال پادشاه تورانی بوده. ای بخواستم همینو بگم خب؟ و عدد زیاد این برای برمی رفت خب؟ قصه های جالبی داره آقای گرشاس. اینقدر گرشاس میکنم چون گرشاس عملا اولین جد رستمه که در مقام پهلوانی بوده و ما چون داریم از خاندان رستم میگیم از گرشاس شروع میکنیم. خب همین واقع در گرشاس و این گرشاس خیلی آدم در اوستا واقعا مهمیه. حالا یکم دیگه بهتون میگم چون یه نقش خیلی کلیدی داره. در زمان زندگیشون در اوستا ایشون چند تا قدر قدرتی رو میکشن. خب مثلا یک روزی ازت خسته بودن، یک تپه میبینن خیلی گنده، میرن روی تپه میشینن، شروع میکنن آتیش درست کردن، غذا پختن توی دیگ آهنی. بعدش میبینن که تپه داره میجنبه. نگو که این تپه یه دیوی بوده که به خاطر اینکه داغ شده یه تیکه از بدنش از خواب بیدار شد. اسم این حضرت اژدها سرووور است. سرووور اوکی اسم سختی داره، منم با شما با بعد این بلند میشه که حضرت این میتونسته در یک بلعیدن 10 اسب رو ببله. خب ولی حضرت گرشاس با یک موفقیتی میتونن ایشون رو بکشن و خیلی در مقام بقیه هم شهریان و هم استانیان و اینا هم کشوریان برن در مقام بالا برن. یکی دیگر رو میکشه به نام گندروای زرین پاشنه. از من نخواهید دوباره بگم. گندروای زرین پاشنه. چرا بهش میگن زرین پاشنه؟ چون حضرت روین تن بوده، فقط پاشنش روین تن نبوده. مثل کی؟ مثل آشیل که پاشنش روین تن نبوده. بعدش با یه بدبختی ایشون این آقای زرین پاشنه رو هم میکشه. یکی دیگر رو میکشه به نام وای بد. وای بد نیستا، وای بد. این خیلی شبیه اکوان دیوه. اکوان دیوه هیچ کی تو ذهنش هست از درش بجز کیان خانم کیالا شما که مرجع عالم بشه بیا. اون چیزایی که گفته خوب یادمه که روش غذا پخت. آره سره ببرم. ببین اکوان دیو قصهش اینجوریه که در زمان که خسرو بعد از که داستان کین خواهی تموم میشه میان میگن که حضرت فردوسی خودش میگه که این جز خدای نامه نیست، ولی ما گفتن که بگو ما هم داریم میگیم انشالله که درش یک معنی مستطر باشه. این حمله میکنه، اسبای مردم رو میخوره. حضرت رستم میره با این بجنگه. آقای اکوان دست میکنه، آقای رستم میره بالا میگه که میخوام به رحم کنم عزیزم. میگه باشه رحم. میگه بندازم توی کوه یا توی دریا. بعدش آقای رستم میگه که این خود دیوه پس احمقه، پس ما هرچی بگیم اون برعکسش رو میکنه. دیویه. بعدش میگه که تو رو خدا منو بنداز تو کوه، اگه منو بندازی تو دریا کوسه منو میخوره.
بعدش این هم میگه که پس میندازمه توی دریا. اینو پرت میکنه توی دریا، حضرت شنا میکنه برمیگرده برش با یه بدبختی میکشتش. خب این وای بعد این چیزی شبیه این اکوان دیگه ببینم پدر مادرش یه شوخی باش داشتن وای بعد. آره حالا آقای گرشاز در زمان پیری مثل حضرت ابی وام ابراهیم حامدی معروف به مثل ابی وام خب عاشق یک خانمی میشه به نام خنا تایتی. نه ببخشید خنا تایتی میگیم خانم تایتی بشه حتما اسمشو اشتباه میگم ولی شما بزرگی این کتابه نداشت اعود نداشت فقط همین خنا عجل داشت این آره همه اینا این کن وای بیت مثلا بیدن این پری خانم پری خیلی شیطون و فریب کار خنانه تاییتی اهل کابل. آقای گرشاس بود گود میزنه بایش با هم ازدواج میکنه اینا بایش گودش میزنه بره آتش مقدس رو خاموش کنه. این هم میره بالاسای آتش مقدس لیوانش رو اینجوری میدازه دوه ببخشی لیوانم افتاد دستی خودم نبود اینا و آتش مقدس خاموش میشه. آتش مقدس خاموش میشه عنایت خداوند و حمایت خداوند از حضرت گرشاز پر 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 میکشه میره. خب این فرق نیست این حمایت خداوند. آره شاید آره یه چیزی رو گفتی نگفتم وقتی این سروروره رو میکشه خب آره همونی که روش غذا پخته این اتفاق باعث میشه که فردی که از جمشید گریخته بیاد توی گرشاز. اوکی خیلی نکته مهمه فردی که از جمشید دچار گناه میشه سه دفعه ازش فرد میگریزه یه تیکه فرد میره دو گرشاز که این ملزمش میکنه به یک وظیفه‌ای که بتون میگم یه تیکش میره توی فرانک که میشه مادر فریدون یه تیکش هم یادم نیست کجا میره ولی یه جایی میره دیگه. حالا این سروروره رو که میکشه این فرد جمشید میره توی ایشون. حالا این از حمایت خداوند چی میشه؟ محروم میشه. بعدش خانم خنانه تایتی این پری فریبکار خوشگل ایشونو خواب میکنه. خواب میکنه تا کی؟ تا کی میخوابه اگه گفتی؟ یه حدس دیگه؟ تا قیامت تا بانگ ایزد نیروسنگ میخوابه. خب؟ حالا توی متون زرتشتی متون همین پهلوی گرشاس جزء کیه خانم کیه خانم جزء پهلوانان نامیراست. خب پهلوانان نامیرا بچه نگهبان داره. خب یه منبع خوندم 99999 یه منبع خوندم 2999 روهر نیکان نگهبان حضرت گرشاس من که یه دفعه نمیره اوکی؟ یا مثلا یکی نرید بکوشه خب همونه که خوابه دانیمون برای گرشاس. خب حالا این چرا اینقدر مهمه که این نخوابه؟ ببین آقای سامان یادش که وقتی که توی شاهنامه فریدون میزنه پوز ضحاک و میماله به خاک ایزد سروش میاد میگه اینو نکش. گفتیم چرا تو اوستا میگن چرا نکشش؟ چون اگه اینو بکشی از توش خرفسه در میاد. خرفسه یعنی ایوانات موزی. خب و این جهان رو فرا میگیره فکر کنم سیمایی و اینا جهان رو فرا میگیرن و دیگه تو نمیتونی اینو نکش برو بندازش توی دماوند اونجا زندونیش کن. خب و گفتم که چی اعتقاد دارن زرتشتی های هند چیه؟ آفرین هر سال از هند پا میشم میان پای دماوند خدا سرشاهده من تو ششمم دیدم زرتشتی ایران نمیکنه اعتقاد یه اعتقاد اوستاست. چرا هندی ها بیشتر پایبندن اصلا اعتقاد هندی نیست که اعتقاد اوستاست بالاخره کد بخشش نه که اگر تو این پای دماوند اوستا بخونی بند زهاق محکم میشه زهاق فرار نمیکنه. خب هم یه سری از هند میان میان پای دماوند اوستا میخونن که بند زهاق محکم شه که از
تفسیر نمی کنه. حالا این ایزد نیروسن که شیپور میزنه اینا بیدار میشن، آقای گرشاس که بیدار میشه یک وظیفه داره، وظیفش اینه که ضحاک رو بکشه. یعنی قراره که آخر کار گرشاس و توی یکی از مناره اون دفعه خوندیم سلام علیکم سلام علیکم سلام تو مبارک تر سال این سالا ست سال این سالا خجسته رو پدر همه ببیدن سلام ما حالا اولش مثلا نگه نمیشه بشین سامان جان بشین ایمان و سیما هستن سیما ایمان و سیما نیستن ایمان سیما صدا و سیما نیستن ایمان توان هستن خب وظیفش اینه که ایشون آقای ضحاک رو بکشه خب و همین دیگه آها این حتی توی اوستا لوکیشن اونجایی که گرشاس خوابه هم معلوم کردن توی هرات افغانستان خب حالا یه چیز جالب هم بهتون بگم که وقتی که آقای گرشاس به بیدار میشه اینا میره ضحاک رو میکشه اینا میخواد بره تو بهشت راش نمیدن ایزد آذر میاد میگه که این زده آتش ما رو خاموش کرده ما این رو پاشو میکنه تو یک کفش که اینو راه ندید تو بهشت. بعدش حضرت میاد میگه آقا من سبب ولنه رو کشتم و من نمیدونم پاشنه طلا چی بود اسمش؟ زرین پاشنه. زرین پاشنه رو کشتم و من هفت اژدها پیکر رو کشتم و هفت خواهران رو کشتم و من ضحاک رو کشتم و اینا. این که میگن من ضحاک رو کشتم میگه خیلی خب حالا باشه از تقصیر این که دستت خود اینا گذاشتیم بیا برو تو بهش. یعنی حضرت گرشاس بابا این همه عظمت میخواستن تو بهش را نه ولی بالاخره بهش راش بود. خب بعد گرشاس گفتیم اسمش کیه؟ نریمان. از این نریمان ما هیچ اطلاعات خیلی خاصی نداریم، شاید هم به خاطر اینه که هیچ تحقیقات خاصی نکردیم، ولی تو کتابی که ما داریم اصلا فهرست نریمان نیست. خب فقط توی شاهنامه یک جمله از نریمان هست که معلوم میشه ندیما کی مرده. کی آقا ندیما کی مرده؟ من نمیدونم. تو را خدا من دیرم. من خب میدونم میدونی به خاطر اینکه ما خوشحال بشیم بگی نمیدونم. ببین یک دژی هست اونم دژ سپند، خب این همون نزدیکای زابل و کابل این هست، خیلی فاصله دور نداره. میگن این همونیه که اسفندیار هم توش زندونی بوده، خب ولی شاید نبوده. اینو این آدمای تو این قلعه تو این دژ همه چی داشتن، یه کشور خود مختار بودن برای خودشون. خب کنن واردات صادرات یختو. خب یه دونه فقط به نمک نیاز داشتن که اینم زمان نریمان قبلش بارشون تازه از چین رسیده بود و خالی کرده بود، اما انبارا برای سالیان متمادی پر بود و نمک هم خود نمیگنده. شما در جریان هستید هر چه بگن در نمکش میدنن. و حضرت استاد نریمان نمره میکنه اینجا رو بگیره آقای کی نمیتونه ورود کنه، هر کاری میکنه نمیتونه ورود کنه، یه سنگ غیر میدن این سربازان در دژ میخوره تو کله آقا، آقا میمیره. خب و میمیره. چند سال عمر نه خب بهتون گفتم که گرشاس در زمان کی بوده؟ در زمان ضحاک و فریدون. آره اینا بهتون گفتم. آره. خب بعدش میرسیم به کی؟ بعد نریمان اسمش کیه؟ زال. کیکاووس. سام. خب یه بار دیگه از اول از تمرین شروع کنم. آره من بدم از ته شروع کنم. از ته شروع کنم. رستم، زال، سام، نریمان، گرشاسب، تریده، شم، تورگ، شیدسب، تور، جمشید، تهمورس. اوکی. اگه از اون کتاب نبود واقعا نمی. تریده همون یک از اون سه نفره با آفینا اینا دارم. نه تریده نه یکی دیگه هست. این گرشاس و اون گرشاس رو که بعد زور میشه پادشاه نیست و بعد میگن هست ولی نیست. آقا اگر گفتن هست نیست، همه گفتن زدن، شما بگید نزدن. بده بده
این آقای سام پهلوان اسمی ایرانیان در زمان منوچهر، نه در زمان خود فریدون تا منوچهر در یکی کتابی نوشته بود که این خانم هم تایید کرد که اصلا منوچه وقتی به دنیا میاد میدن سام بزرگش کنه، مثل سیاوش که دادن رستم بزرگش کنه، وکی که دادن رستم بزرگش کنه. اگه گفتی اگه گفتی اگه گفتی اگه گفتی اگه گفتی بهمن آفن این میشه به زنگه تازه افتاد هیچ مطالعه داشته. این آقای سام همون آدمیه که سام، یه سام داریم یه قارن داریم، خب آره کس دیگه هم داریم که پهلوانان زمان منوچهر اینان دیگه، یکیو داریم یه قارن، سام و قارن که قارن میشه از همون میشه قارن پسر کاوه که میشه خاندان قارن نهاوند و اینا از اون هفته خاندان. این رفقای ما این آقای سام و اینا میشه خاندان سورن، خب اگه در جریان نیستی میشه خاندان اینا سکار، خب حالا اینا رو میشنیم. آقای سام بچهش به دنیا میاد، اینا که قصه زال هم نمیخوره. خب یه اطلاعات جالبه خب بر اساس گرشاسنامه آقای اسدی طوسی، جمشید پس از گریختن، این اطلاعات رو میگم برش امیدوارم که بفهمید برای چی اینقدر مهم، جمشید پس از گریختن با دختر شاه زابل به نام پریچهره ازدواج کرد، گرشاس با دختر شاه روم ازدواج کرد، سام با بچش میشه سام، سام با ماهوراج دختر فرعون مصر ازدواج میکنه، بچهش میشه زال، نه بچهش میشه، نه این نریمانه، باشه نریمان با این دختر ماهوراج دختر چی ازدواج میکنن، زال با رودابه دختر شاه کابر که از نژاد ضحاکه ازدواج میکنن. این یعنی چی؟ خانم نجمه بینون مللیه آیا فرزاد که تو کلا تو گوشیته؟ نه درست شما رو میگیرم. خب این یعنی چی؟ چرا یه اطلاعات مهمه؟ آدر توش به نظر تو چرا یه اطلاعات مهمه؟ آفاین تو دانش آمون خوبی هست آخری که راست بایستا به بابات زنگی ببین بچه این یعنی که این خاندان این آقای رستم خب ژنتیکش از همه جای دنیا هست. گفتم اینترنشنالی آه فارسی بازم فهمی یعنی چی؟ یه معنی جالبی بوده خب؟ حتی این در اسدی طوسی مایه در شاهنامه نیمد بگذار خب چقدر شما زیبا شدید پایید آدم یاد میتکالا میفته به 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 از نهایت استیستاله دست شما در مکنید آقا بچه های شما میگم که 5 دلار هست خب این ایسی اطلاعات جالب وسط کلاس من این داره که شیرینی پخش میکنه تمرکز آدم ها رو هست ای آنان که در لایو نشستید و میبینید ما رو این مائده داره وسط کلاس پخش میکنه تمرکز کلاس اللهم صل علی محمد و آل محمد دعای ندبه برگزار میشه فردا شب در اینجا آقا این آقای رستم بچه ها به نقل یه سری از دانشمندان یک شخصیت تاریخیه، یعنی یه آدمیه واقعا اسطوره نیست تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها، یعنی یه چیزکی بوده که شده چیزها. خب خود حضرت فردوسی میگه که چی؟ میگه که رستم یعنی بود در سیستان منم کردمش رستم یه داستان، یعنی یه چیزکی بود ما کردیم چیزها. حالا این چیزکیه کی بوده؟ چی بوده؟ خب؟ یه داده بهتون میدم جاله آیهان رستم وقتی تو شاهنامه رستم و سهراب رو میکشه تیغ میزنه زیر چونش خودشو تنبیه میکنه خب؟ از اون روز به بعد ریشش دو تیکه میشه اگر توی این تصاویرش دقت کنید مثلا تو هفخان رستم ریشش دوریه از رستم و سهراب دیگه ریشش اینجا اصلا توی اسفندیان هم میشه رستم اونجوره اونایی که دقت دارن خب بعضی اینقدر دقت ندارن که حتی مثلا حضرت رخش رو سفید میکشن حضرت رخش رو سفید نبوده که
که تو سفید میکشیش که سند داره آقا، سند داره، پلاک داره، چی داره، کارت ماشین داره، همه اینا داره، معلومه رنگ چیه خانومه، کیا خانومه، رنگ زمینه چیت پشمی کیا. این ریشه شو دوتا خب آره این اطلاعات کنش تاریخیه، ولی بعضی میگن اینو باز گذاشته کراوات آفای آفای کیا خانو یه من بخوام یه جیگرکی دوتا بال میزنه کلاج میخوام به سقف خب حالا چرا این اطلاعات تاریخیه آقای سامان؟ واسه اینکه توی قوم سکا همینه که بهشون فکر میکنن میگن سگزی، خب این که سگزی فوشی، خب تو این قوم سکا چند تا پادشاه هستن که سکه زدن توی سکه که زدن ریششون وسط چاک اطلاعات تا. حالا اصلا این سکا ها چه جونورایی هستن؟ اینا اول ببین کلن این اسطوره رستم، خب یک اسطوره ایران شرقی و ایران شمال شرقی هم نیست، ایران جنوب شرقی. خب ایران جنوب شرقی بچه ها افغانستان رو، این بخش از افغانستان و پاکستان اینا شام بشه، مثلا نیمروز و کابل و اینا رو همه جزء ایران شرقی هم. وقتی که هخامنشیان بازی رو میبازن به اسکندر مقدونی، یک قومی خیلی جلو اینا وای میسته به نام قوم سکا. یعنی این آقای اسکندر خیلی در اونجا دچار مشکل میشه، خیلی هم از اینا رو میکشه، مثلا صدها هزار نفر از این سکه ها رو بدبخت رو میکشه. وقتی سلوکیان هم حاکم میشن، سلوکیان پدرشون از دست این سکه ها در میاد، یعنی این اینا هی میزن هبه بله اینا رو هی بله خورد جنگ های چیدیکی میزن هبه بله. خب و این پارتیان یک قومه، یک قومی هست که اتحاد استراتژی داشتن با سکا. خب این قایی اتحاد استراتژیک محکم بوده که وقتی پارتیان حاکم میشن اصلا میگن آقا تو این مملکت ما رو خود فئودالیش خب من خود. یه داده تاریخی دیگه اینجا وجود داره که وقتی پادشاه اشکانی آقای احسان امیدی میخواسته تاج بذارن سرش، کی تاج رو میذاشه سرش؟ پارتیان. خب پادشون پارتیان بودن که رئیس قبیله سکاها تاج میذاشته سر پادشاه پارتیان. قبیله یعنی قبیله بودن یا نه؟ قومی بودن دارن قوم. این یعنی که ایشونا در شأن پادشاهی نمیدیدن، یعنی خود پادشاهی رو در شأن خودشون نمیدیدن. آقا تو توی پارتی پادشاه باش، ما اینجا مثلا هستیم در این حد. خب واقعیت اینه که مثلا سیستم زال و رستم هم خیلی با این تفاوت نداره. خب و حالا برای اون خاتمش هم شباهت داره، مثلا تو زمان اردوان دوم یا یکی سیزدهم برم یا اشک سیزدهم، خب اینا خیلی دیگه اصلا پادشاه تعویل نمیگن، اینا مثل زمان که مثل زمان گشتاسپ دیگه که اینا اصلا نمیدن بگن که آقا مثلا تو ببین رستم و زال نمیدن تبریک بگن به پادشاه، درسته؟ یعنی پادشاه تعویض نمیگن، ولی پادشاه گشتاسپ یه ما میاد خونه اینا، یعنی که تو بیا خونه ما، خونه خودته، ولی ما این قرار نمیکوفیم بیا تا خونه تو. این یعنی چی؟ یعنی که بیا واکس کفشمو بزن، معنیش در واقع همینه استاد. شما واقعا در خبران نگاه می‌کنید معنیش اینا خیلی قوم نجات بخشی بودن خلاصه بر پارت. خب و دو تا شخصیت هست، شخصیت همین سکایی یا پارت یا سکایی که محاصر اشکانیان هست که میگن رستم یکی از این دو تا بود. من نمیتونم اسم این خارجی رو بخونم، مارکو ارت فکر کنم یا مارکو وارت وارت یه چیزی تو این مایا و آقای هیتسفیلد که من میدونم فامیلش واقعا هیتسفیلد چیز دیگه نیست،
اعتقاد دارن که رستم یه آقای به نام گندفرنه که شاید دوباره اسمش اشتباه بخونم وینده هفرنم خیلی تلفظش بلد نیست که این تا این همزمان گودرز اشکانیه تا سال 45 میلادی هم زنده بوده یعنی قرن 1 میلادی اوکی میگن اینه بعدش دو تا دیگه هستن به نام آقای آلیشان و حالا آقای بیوار اینا میگن رستم همون سورن سورن همون سورناست سورنا همون سرباز اشکانیه که مجسمش دیگه موزه یا یه جایی هست سرداری که یه دستش خرده مثل حضرت ابوالفضله موزه چی؟ ایران باستان موزه ایران باستان این همون مجسمه ای که توی بیشاپور بود خو نیست نه اون که سر جاش هست اون سر جاش هست این آقای سورنا بچه ها معاصر عشق سیزدهم و عهد دومه که در قرن یکم سردار عشق سیزدهم دی؟ و عهد دومه و در قرن یک زندگی میاده یعنی قرن یک همون میشه سال 45 هم میشه قرن یک دیگه را. و این آقای سورنا بچه ها میتونه کراسوس شکست بده و خیلی کارهای دیگه میکنه اینا و به عقیده خیلی ها بلندترین و قویترین مرد زمان بوده همین این دیش هم که بهتون گفتم خب رستم در لغت یعنی چی؟ واسه بله زال در لغت بچه یعنی چی؟ زال یعنی پیر یا زرد خب معنی پیر میده در واقع اطلاعات پیچیده ای خوندم گفتم به سامان و کیانخان رو گفتم حالا چون دارت داشتی به تو میگه نفهمیدم در واقع خوندم ولی نفهمیدم شاید اگه یه آدم باش بروزه که این خانم بخونه بفهمه من نفهمیدم ولی حالا من میگم گوش بده حامد گوش بده فوسفوس سوزوندم بخوندم و نفهمیدم نه اینکه علکی خونده باشم نفهمیدم تلاش کردم بفهمم ولی نشد که بفهمم تلاش کردم بفهمم ببین بچه خیلی این اتفاق رایج خب که یک شخصیتی در شاهنامه یه آدمیه یا یه ایزدیه یا یک معنیه در اوستا یا در تاریخ این اتفاقیه که رایج میگن که حالا سامان پرسید کجا یه آقای به نام مختاری فکر کنم رضا مختاری تو یه وبلاگی نوشته بود ولی آقای وکیلی هم به این قضیه اشاره کرده شیر بوده وکیلی هم به این قضیه اشاره کرده از این همخوانی میتونه داشته باشه ولی باید با پیچیدگی بررسی شه ببینیم که تهش چی داره میگن که زال همون ایزد زروان یا زهربان حالا من میدونم که شما نمیدونید ایزد زهربان چیه چون منم نمیدونم ایزد زهربان چیه ولی یه چیزایی میگم اگه اکی دیگه هم میدونه اکی میدونه بگه انصافا بذاره وسط همکاسش ببین این زروان یا زروان یه دینی هست که بهش میگن زروان هست خب ولی این در ادبیات پهلوی تلفیق هم شده به عنوان یک ایزدی در اومده یعنی نتونستن اینو حذف کنن خب بعدش این اینقدر مثلا نقشش قویه که در دین حضرت مانی این آقای زور این ایزد زوروان یا خدای زوروان یک حضور چشمگیری داره بعد اینه که کلن ساسانی ها میزنه همه مانویان رو بله واقعا لغت بهتری از بله نمیشه گفت چون بله خیلی بله ای سنی شما میگوشه اون چیزی که تو یادم اینه که پوستشون رو میکنه توش کامیزه یا سر و تحت و خاک خب بله دیگه این چیزیه که تو یادمه سراتا یعنی کلاشو میکنه تو خاک وای چه قشنگ میشه یعنی دو تا پا بکن یه دشتی باشه دو تا پا کفش هم داشتن کش میداشتن خدا منی نه ایزد
باری کرده این چیزی شبیه فرشته منه میشه همکار چه نیروی ها نیروهای اهورامزدان که وظایفی دارن خب اینجا چیزه ولی بعضی از ایزدان خب پیش از زرتوش خدا مثلا اگه اشتباه بگم بفرمید مثلا آناهیتا مثلا میترا اینا ایزد نبودن مثلا آناهیتا ایزد نگمون هم نبوده آناهیتا خدا بوده برای خودش براش فدیه میدادن و چی میدادن مثلا اینقدر این ایزده حتی بعدش مهمه که تو منابع اوستایی میاد که گرشاس میره 100,000 گاو فدیه میده به آناهیتا که آناهیتا مثلا هواشو داشته باشه 100,000 گاو شما 100,000 گاو بیزی توی مملکت اقتصاد مملکت جابجا میشه تورم حداقل 3% منفی میشه اونا شیر نمیدن گوشتشون هم خوشمزه نیست اون در لایوه اونا شیر نمیدن گوشتشون هم خوشمزه نیست من بد گفتم ولی این زردان خدای دین بدیک هم بوده قبل از زرتشت بعد این قبل زرتشته آره حتی مثلا آناهیتا و میترا من قبل زرتشته اینا وقتی میان توی ادبیات زرتشتی تغییر شکل میدن خب حالا این آره برای اینکه جاشن دیگه بیم حذفشون نکرد آخه زورشون نمیرسه حذفش کنن خب مثلا جدیدی بهشون میدن آره مثلا سر جمشید ما گفتیم که آقا ببین زرتشت یه کتابی نوشته خب کلن 257 تا شعر هشمسیایی کل از سر تا تش خب کلن هم 7-8-10 نفر آدم تو این معرفی شدن اسم نه آدمی نیست که یه دونه میدیوم هست و پروچیست هست و جام هست به و همین جمشید پسر ویونگان و خود زرتشت و دیگه کیه؟ دوغدو هم اینه اصلا گشت هست به و کلن ده تا آدم نمیشه خب یکی از اینه جمشیده و میگه جمشید گناهکار بود اصلا پیشینه شده میگه میگه آقای جمشید گناهکاره از گناه جمشید از گناه جمشید خودکاره فرید خب گناه جمشید هم اینه که میگه من خدا خب این یعنی که توی منبع اصلی یک دینی که همه مملکت رو میگیره جمشید آدم منفوریه ولی ما بعد از ساسانیان بعد از حمله عراق وقتی که تخت جمشید پرسپولیس پیدا میشه مردم میگه تخت جمشیده یعنی اینو نمیتونی تو از زندگی آدمو حذف کنی خب مثلا پل چینه بعد اون چیزی که توی حضرت گاتا هست با اون چیزی که توی اوستا هست با اون چیزی که قبلش هست فرق میکنه چون نمیتونی اینو حذف کنی فقط باید تغییر شکلش بدی بگی آقا این هست مثل آقا اصلا این قصه فقط توی ایران باستان نیست دیگه ما رد میشیم از اسلام که رد میشیم وقتی ورود میکنیم به اسلام اینا من روی مقبره کوروش قرآن حکاکی میکنم میگن این چیه این مقبره مادر سلیمانه این یعنی چی؟ یعنی تو نمیتونی اینو از این جامعه بگیری این جامعه میاد سعی تو رو کلا میذاره ولی اینو نگه میداره مثل چهارشنبه سوری چهارشنبه آتش بامه که خدافزی با فرعون آراد عرب کنه و فرعون چی خدافزی چی اینا اینا میاد سعیش رو کلا میذاره آقا چهارشنبه بس ما از روش بریم چهارشنبه نسته باشه یعنی تو نمیتونی یه بخشی از فرهنگ رو حذف کنی نه اینکه نخوای نمیتونی چون نمیتونی آره یه جوری عوضش میکنی نگهش میکنی آره ما کجا بود؟ زوربانیان آه این زوربان این زوربان سیر تکوان ها دقل گرفت چهارمیش بود یکیش این زوربان ایزد زمان خب یعنی خدای زمان یعنی خدای زمان و این زوربان توی اون دین زوربانی یعنی قبل اینکه بیاد تو زرتشت این پدر اهورامزدا و اهریمنه یعنی زوربان دو تا بچه داره اهورامزدا و اهریمن خب بعدش اول هم اهریمن برنده است بعدش اهورامزدا برنده میشه بعدش این زوربان تموم نمیشه که هست همش هست خب حالا حضرت زار در شاهنامه چجوریه اول میدننش تو کوه یعنی اول دست اهریمنه نه که سیمرغ اهریمن باشه یعنی اول زندگی به کامش نیست بعدش برمیگرده تو شهر زندگی میشه به کامش یعنی برمیگرده بعد یعنی دوباره پادشاهی اهورامزدا بعدش نمیمیره یعنی اینا میزنن اسفندیار رو لتوپار میکنن که خودشون هم میدونن نباید اینجور گوی بخورن ولی بالاخره چاره ای ندارن میگه که تو وقتی اسفندیار رو کشتی چون اسفندیار فره ایزدی داره کل خاندان نابود میشه درست داستان بعد از مرگ اسفندیار تو شانه میده چیه؟
داستان شغاده. یعنی این مرکب اسفندیار خوش نشدی داستان شغاد شروع میشه، رستم میفته تو چاه میمیره. بعدش اینا زواره و فرامرز میان با زال کابل رو نابود میکنن و اینا پادشاه کابل رو زندانی میکنن میکشن اینا به خاطر خون رستم. بعدش بهمن حمله میکنه همه رو میکشه. یعنی اینجوریه که فرامرز حمله میکنه که به پادشاه اعتراض کنه، حمله به مرحله حمله میرسه جواب نمیده، اینا میان همه چی رو میروفن و همه رو میکشن و میه. پشوتن میگه آقا اینو نکش، این زال رو نکش. میگه این بابا این قدمتی داره، این موزه است برای خودش، مثلا میذاره مردم بلیتشو میخرن مثلا 35 یورو پول بلیت اینه که اینو ببینم مثلا. اینا اینو نکش، اعضای من مملکت داره اینا، اینو نمیکشن. خب یعنی ما زال رو نمیدونیم کی میمیره. خب بعدش این زولوان چارگره، زال کیه؟ دستان، یعنی هیله ساز. این همه اینایی که من گفتم و من نمیفهمم، خب فقط حفظ کرده بودم به شما بگم من این ارتباط رو نمیفهمم، ولی شاید یه معنی داشته باشه، بعید نیست این معنی باشه. یه اطلاعات دیگه از رستم بهتون بگم. ببین اصولا پهلوانان بزرگ پرچم دارن. خب پرچم رستم اجده ها پیکر بنفش. چرا بنفشه؟ چون طرف های روحانی بوده. چون بارسلونایی بوده. شاید. نه شایدم روغن بنفش. نه. چون بنفش یا ارغمانی مایل به قرمز رنگ هخامنشیانه. خب حالا بگید. یعنی اون رنگی؟ همون رنگی که کیان خانم تنشه. حالا چرا بگه ما نگفتیم که این چیه پارتیه اشکانیه، بس چرا میگیم رنگ اخوانیشیه و میگیم چه جاله؟ بگه یکی بگه دیگه بابا. ببین این پارتیان برعکس اخوانیشیان آدم های بیچی نبودن، نبودن. خب یعنی بی ناموسی نبود. بی بی. خب یعنی چی؟ یعنی به گذشتگان خود احترام میذاشتن، گذشتگان خیش را دوست میذاشتن. خب برعکس ساسانی ها که گذشتگان خود را محفوظن. خب میدن تو قبرشون مثلا بی ریب تو قبرشون grave of the dead. پس اینا برای اخامنشیان احترام قائل بودن. خب پس میتونستن رنگشون استفاده کنن. حالا اگه هنوز حوصله دارید چند دقیقه است ما نمیدونیم. ساعت 20:34. این جواب من نبود. 4 دقیقه تقریبا. 50 دقیقه میشه. 50 دقیقه میشه؟ نه بابا. متوجه بمون که من استارتاپ کردم. حوصله دارید یه نکته از اسفندیار براتون تعریف کنم؟ من به شخص دارم. ببین. ها واسه هیچ چیزی از رستم میگم، نگفتم. اینو تو دفتر ننوشتم که بگم. ببین، رستم دوستان. رستم نماد یک ایرانی. خب چرا از هفته دیگه میشه حضور بیانی باشه؟ من دارم کامنت ها رو جواب میدم. رستم نماد یک ایرانیه و رستم یک ویژگی داره. بله بله سیف میشه که جالبه و اونم که رستم این ویژگی جالب رستم اینه که رستم هیچ ویژگی ماورایی نداره. باور پذیرتر هست. زال ویژگی با ماورایی داره. اون چیه؟ پرایه پر سیما. اسفندیار ویژگی ماورایی داره. اون چیه؟ چشاش. روی تنگ بودنش. گید چشاش. ولی رستم هیچ ویژگی ماورایی داره. کیخسرو ویژگی ماورایی داره. میتونه اوروش کنه. خب رستم هیچ ویژگی ماورایی نداره.
قدرتشه. من یه لغتش که قبل میده همه جا باید شکست بخوره، فقط شانس رو برده فرار کرده برای مازید. آفایی مثلا تو سهرا دو جایی که شب میشه، شب میشه آقا ولی گول میزنه. آبا خیلی مبحث نکنید، الان داشت در مورد شانس حرف زد، در مورد گول زدن یا دوتا مسمت. ولی چرا نداشت واقعا؟ چرا؟ چون رستم مایی، چون نماد ایرانی. آفر رستم یک انسان، خب یک انسانه که ما میتوانیم شبیهش باشیم، یعنی در واقع اینه که رستم با شبیهش هستیم، اصلا میتوانیم اون وقتر رستم با شبیهش. حالا هرچی شما کتاب میخونید نوشته که رستم آدم قدرت بخش، آدم قدرتمند، خب مثلا رفته اونو کشته سنگر بلا میمد باید چوتش کرده. آره یا رستم آدم تاج بخش. تاج بخش رستم از کجا پیدا میشه؟ از همون اول عنفوان جوانیش میگه برو کیقوباد از پشت کوه البرز بعد بیار، برایش این میگه کیقوباد میاد میکنه شاه. یا مثلا دو سه بار جون حضرت قرار بود وسط قصه من جایی ندید میره جون کیکاووس رو نجات میده. خب نه رستم، یا اینکه دیگه اصلا رستم آدم هنرمندیه، آدم خردمندیه، این ویژگی هایی که داره. ها رستم آدم اهل بزمیه، یعنی نه تنها اهل رزمیه، هر وقت بیکار بوده پارتی میکرده در زمین. خب پارتی اسمی هم میکرده. بش رستم آدم پرخوریه، خیلی حضرت میخورده. یعنی وقتی حضرت وقتی شیر میخورده دو تا دایم شیر میدارن. خب وقتی به 8 سالگی میرسه توی زابلستان چی پیدا میشه؟ قحطی مواد غذایی پیدا میشه، چون هرچی غذا بوده توی یخچال اینا بوده، هیچکی دیگه پولش نمیرسه غذا بخوره. هرچی غذا هست اول آقای رستم بوده. نمونهش که میگن، یعنی حضرت فردوسی بیان سلیس کرده، اینه که آقا اون تیکه که بهمن میاد پیش رستم که بیا بابام کاری داره، میگه آقا بیا غذا بخور، این میشینه غذا بخوره، حضرت رستم 10 برابر بهمن غذا میخوره. یعنی اگر شما یه هم بگه بخوری ایشون 10 تا هم بگه و اینو مثلا حضرت اسلامی نودوشن بگمانم تفسیر میکنه که این یعنی مثلا در دین زرتشتی پرخوری چیز خوبی نیست. حالا اینو من نمیفهمم ولی خوره گفتم چون مذهب رو هم نپذیرفته. بله آفرین. یه چیز دیگه ای که داره میگن رستم آدم آزاده ای. ها این آدم آزاده ای آزادگیشو نمیفروشه. مثلا وقت توی قصه اسفندیار اون چیزی که رستم باید بفروشه که جونش پیدا جونش بمونه نمیره، آزادگیشه دیگه، آزادگیشو نمیفروشه. خب یا مثلا خیلی پادشاه براش اهمیتی نداشته. مثلا سر داستان رستم جیبا میفرستم یا آب دستته بذار زمین بیا، میگه باشه من آب دستم نیست شراب دستم، 3 شب و 3 روز این شراب رو دستش نگه میداره، با گیب میشینن عرق میخورن مست میکنن، روز 4 میگه حالا دیگه باشه خسته شدیم مثلا عرقمون توی یخچال تموم شد بریم حالا ببینیم که کاووس چی میگه. میرسن به کاووس میگه چرا دیر اومدی؟ میگه داشتم عرق میخوردم. میگه گو خودی؟ میگه گو خودم که خودم. به تو چه؟ میگه آه توس من پادشاه، برو ایشونو بکش که دیگه هیچکی از فرمان من سر نپیچه. اینم توس اینقدر احمقه که میاد اینو بکشه، میزنه تو گوشش میگه آره وایسا تا من وایسا تو منو بکش منم خیلی وایسا تو منو بکش. خب بعدش با میشه بره. خب بعدش گودرز رو میفرستن میگه آقا برو بگو که پادشاه گو خود بیا برگرد برو جنگ. خب باش این میاد میره جنگ. خب حالا هر کی دیگه باشه، یعنی هیچ پهلوان دیگه ای در توران و در ایران در روم در چین در هر جایی که فردوسی ازش صحبت میکنه اصلا پادشاه میگه چشم، میگه ببین چشم. حالا میخواد گودرز باشه، میخواد پیران باشه، میخواد هر کی باشه، فقط حضرت رستمه که اینجوری. خب ولی واقعیت اینه که ما در شاهنامه خیلی صفات بد هم بر رستم داریم که بسیار برای ما
ملموس منم چون فقط همین چیزا رو بلدم تو همه قصه ها میگم، احتمال برای بقیه تکراری و دیگه همین رو بلدم و عقده هم هستم که بهم توجه کنید، در نتیجه حتی اگه برای تکراری توجه کنید چون که من عقده هم از اتون دارم. مثلا حضرت خیلی زود جوش، کی زود جوش میشه مثلا؟ آقا من گفتم به شما گرسنش که میشده؟ نه من میگم خردمندی با زودجوشی یکی نیست. رستم خردمند بوده، میشه بگیم بارزه شخصیتی رستم خردمندیه؟ اسلامی نودوشم میگه خب آره، چرا نمیشه؟ ببین مثلا این بچه است، نه مثلا توی قضیه بیژن و منیژه، خب توی قصه بیژن و منیژه این میگن آقا این وسط دشمنه، که خسرو میگه بیا سپاه رو بعدا برو حمله کن، میگه نه این کار با حمله نمیشه که، ما بعد در قالی بازرگان، این دیگه زال بهش نگفته دیگه، مثل دژه مثلا میگه دژه سپند بوده زال بهش گفته بچه 8 سال 9 سالش، میگه تو برو نمک بخر برو اونجا بفروش، خب میگه اوکی این فقط از توانمندی بدنیش استفاده کرده دیگه خیرت نکرده، ولی اینجا میگه آقا تو برو حمله کن به اینا، میگه نه حمله نمیکنه، بعدش میرن اونجا تجارت میکنن، این منیجه میاد میگه که آقا برو به رستم تو ایران بگو این اینجاست، این پیش خودش خیرت میکنه میگه نکنه این جاسوس باشه، خب میگه که آقا نه ما رستم، ما اصلا نمیم، ما اصلا با دولت لرکی، مثلا چی دولت چیه، نه ما اصلا نمیم اونجا، اینا اومد وایستاد و یه مرغی بهش میده انگشتر 0912256 اینا میذاره توش، این رستم یا انگیزه شما موردشش بوده، این میخوره بیژن میفهمه این این با هم دایشه هم پدر بزرگش داره، رستم هم دایه بیژن هم پدر بزرگش، حالا بگذاریم هست شما بپذیر به هستیش باید که خستو شوی به زگفتار بیکار یک جا، این مقدمه خداوندی شاهنامه است، به خدا ایمان داشته این به هستیش باید که خستو شوی، یعنی فکر نکن بگو چشم به گفتار بیکار یک چیزه، یعنی اصلا فلسفه نچی واسه مون که مثلا خدا هست نه، بگو هست برو خونتو، آ اینم هم همین بس هیچ باید خاص شه، هم داییش هم پدرم چشم یا بازم هست، بازم از این دیدگاه‌های خردمندی هست دیگه، مثلا اون هم سر قضیه سیاوش که نماد زود جوجیشه، اینا صلح خردمندانه میکنن، یعنی مفاد صلحی که سیاوش و رستم با افراسیاب میکنن خیلی صلح درستی، یعنی اینا صد تا اسیر میگیرن، اینا غنیمت مالی میگیرن، همه شهرهایی که تا چند سال گذشته تورانی از اینا گرفتن و پس میگیرن، همه اینا بدون جنگ پس میگیرن، خب این خرد دیگه، خب یا مثلا چون خردمنده میگن بهمن و سیاوش رو این بزرگ کنه، وگرنه که دست آدم عمق نمیدن اینو بزرگ کنه، خب یه عمقی هم داره. ببین این که شما میگید زود جوشی با خردمندی منافات داره نداره، ببین نه اینکه اصلا نداره، میتوانه نداشته باشه، یعنی یه همپوشانی ریزی داره، خب شما وقتی عصبانی میشی خرد ازتون زائل میشه، درست میفهمم؟ کاملا درست میگی، واقعا ندخن نگاه نکن، خب واقعیتی این وقتی تو در عصبانیت خیال ازت زائد میشه معنی این که تو بی خردی نیست. آره. ببین حتی کیکاووس هم خرد داره در بعضی جای شاهنامه. کیکاووس خوی چی؟ حتی توس ما در شاهنامه ازش خرد میبینیم. اصلا انتظار از توس نمیده که خرد داشته باشه. ولی تو یه بخشی از اونجایی که میخواد اون طرفدار فریبرز گود از طرفدار که خصوصی که اینا کدوم بشن پادشاه؟ خب ببین نمیشه که الان بهش بگی خردمند. ببین یه بارزش خردمندی نیست. این که مثلا اتفاقی باشه، ویژگی یستایریش خردمنده، ویژگی بارزش خردمندی. بگذاریم آقا اعتراض شما بهش رسید دیگه میشه، ولی بعد منفی رستم زود جوش این آقای سیاوش و حضرت رستم با اینا صلح میکنن با افراسیاب، بعدش قاعده اینه که وقتی دشمن میگه صلح کن تو چیکار کن خانومشو کو بزن، خانومی که تو بجن، چون اون حتما در موضع ضعفه که میخواد صلح کنه دیگه، خب این میگه خب ما پیک بفرستیم به آقای اسفند
کیکاووس بگی ما میخوایم سر کنیم، میگه نه سر میکنه من میام رازیش میکنم. این میره که خود رستم میگه من میتونم رازیش کنم، میره اونجا میگه تو بگه بچه‌ای که سر کردی اون خنگ نمیفهمه، این بهش میگی تو بچه‌ای، میگه تو به من گفتی من بچه‌ام، تو کور بابای خودت و بچگی تو همه چی پیمان سودمنده با مسافر خارجی میشه و میزنه زیر دکوننده و پامش میره قرار میکنه میره شهرش دیگه، اصلا به هیچ چی فکر نمیکنه، بعدش هم فکر نمیکنه. یا وقتی میگن سیاوش مرده میده، اولین کاری که میکنه چیه؟ میره پایتخت لگد میزنه در حرمسرا رو باز میکنه، موی سوداور رو میگیره میذاره وسط میدون، کلشو میباره تا طرفتان اینی اصلا نمیره بپرسه بگی آقا مجازاتی چی؟ نمیره کلشو میگه میبینه بگه سیاوش مدین هم بمیره. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. هلو پلیز دل کام نه پلیز کام اینساید کام این آقا بیمان خوش اومدی. اینی که روی اینا میبینی بیا اینجا بیا اینجا اینجا سلام ایشو پیمانه. آچه این درفش کاویانیه. خب تو لایو نذاریم درفش. الان الان روزه تو لایو. این درفش کاویانی از جنس چیه؟ از جنس چرم. چرا از جنس چرم گاوه؟ به خاطر اینکه نه به خاطر اینکه فریدون و آقای کاوه اینا در زمان تاریخی هستن که داره یک جانشینی بر کوچ نشینی برنده میشه. گاو یک جانشینیه. خب گوسفند و گاو یک جانشینن. خب اونی که کوچ روه اسب داره و بز. اوکی برای همین از جنس استاده. و چرا کاوه آهنگره؟ چون در زمان ضحاک به دو قشر اهمیت نمیدن، یکی کشاورز یکی صنعتگر، در نتیجه آقای فریدون میشه نماد کشاورزان که گرزش گاوسره، آقای کاوه شغلش آهنگریه یا چرم آهنگران داره که نماد صنعتگران. این اینو دیدم یادم اومد که اینو بگم. سلام علیکم. سلام. آها این زود جوشیش. خب یه ویژگی انسانی رستم داره. خب اینو بگم دیگه نگم چی بده. خب دیگه ببند. خیلی پیچیده است. برای همین یکم طولانی تفسیر. آره من اینم خسته شدی. خب ولی این هر چی تا حالا ارزشش نداشته این تیکه ارزشش داره. شما سرپا اذیت نمیشی؟ آره. مطمئنی؟ ببین توی قصه اسفندیار من قصه شو نمیگم. خب یه اتفاقی میفته. اسفندیار میاد به رستم میگه آقا بابامون گفته دست شما ببندیم. ببین دست بسته شما ببندیم اونجا پیش پادشاه اونجا محاکمت رو کنیم یا گناهکار میشید یا نه، ولی گفته دست بسته. این که گفته دست بسته یعنی چه؟ آزادگی دوباره بفروشی بعده ما بشی. خب رستم میگه من این کار نمی کنم، من نماد آزادگی یک ملت هم این کار نمی کنم. خب هنوز شب اول جنگ نشد. زال میاد به رستم میگه اینو خداوکیلی این دفعه چون متن شعرش رو خوندم با خیال راحت برم، میاد میگه که استاد شما فرار کن برو گم و گوش رو یه هفته. خب بش از اونوری کش کن راتو برو پیش گشتاس، برو پیش گشتاس بگه خب من اینجا دیگه، شما دست بستن نرفتی دیگه، فقط یه فراری کردی. میفهمی؟ اصلا ایده بدی نیست که هست. گشتاس کیه؟ پادشاه همون که گفته که دست بستن. اصلا ایده بدی نیست که هست. خب چرا ایده بدی نیست؟ به خاطر اینکه هیچکی ندیده که دست اینو بستن. اوکی؟ چرا ایده بدی هست؟ به خاطر اینکه تو فرار کردی. اوکی؟ رستم چی میگه عزت خانم؟ میگه که من فرار نمیکنم. من فردا میام یا شکستش میدم، نه که بکشمش، شکستش میدم دستشون میدم میفرستم خونه شون، نه که با زبونم راضیش میکنم.
به نظر شما منطقیه الان اینجاش به نظر شما منطقیه شما بودی فرار میکردی نه 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 فرداش اینا میان جنگ آقا رستم فرار نمیکنه فرداش اینا میان جنگ هم به تو خصلت انسانی نشون بده که وقتی میگم رستم یک انسان شبیه ماست که هیچ که دیگه این شکلی نیست نه فرداش اینا میان جنگ رستم نمیدونه که اسفندیار رو میتنه خب اینا شروع میکنن جنگیدن با گرز و شمشیر و دست به دوال هم چیز کمربند هم میزنن و برش نیزه میزنن همه چی خود میشه اینا نوبت میرسه به تیر و کمان اسفندیار تیر میزنه میره تو رستم رستم تیر میزنه میخوره به اسفندیار میشکنه میخوره زن اون تیر میزنه میره تو رستم این تیر میزنه میره توش یعنی میخوره میفته زن اون میره توش این میفته میخوره این مثل مورتال کمبت دیدی بازی میکنی میزنن ما آقا رستم میرسه به یک دستت یعنی کافی بوده فوتش کنی یه ویتالیتی همون چیه یه دونه بزن آفرین بپاشه معده‌ش رو هوا بزن خب شب میشه ازت شانس میاره مثل اینکه شما بود خوش شانسه و رستم خوش شانسه هم خوش شانسه هم خود اگره ازت امام خمینی هم گفته خود نکردم خب خود اگری بچه یک صفت ایرانیه و حتی از این که یه صفت ایرانی اون بدتر توی اخلاق ایرانی وقتی شما وارد توی اخلاق ایرانی شما باید نهایت سرت رو بکنی وارد جنگ نشی ولی وقتی وارد جنگ شدی میتونی از فریب استفاده کنی یعنی اون بلایی که رستم سر سهراب میاره این سهراب اینو میزنه زمین بیاد بزنه خنجر توی هر کوفتیش که اینو بدره میگه نه بگه تو مدرسه نرفتی دفعه اول که کسی رو نمیزنه دفعه دومه این سهراب خر میشه باور میکنه این از نظر اخلاق ایرانی کار اشتباهی نیست چون تو توی جنگ میتونی خود کنی اوکی؟ یا مثلا وقتی اینا در قالب بازرگان میرن توی دژ سپند و میزنن همه رو میکشن این در جنگ تو میتونی خود کنی خب؟ عزت امام خمینی میگه در انقلاب هم شما میتونی خود کنی حالا نه نگفتم قضیه این همه حاشیه بود این میره جنگ این میرسه به یه دست شب میشه یعنی اینا گفتم که بگم که اسفند رستم خوش شانس خب حالا شما میتونید اینو تعمیم بدید به ایرانی‌ها یا نه این وقتی شب میشه میگه پس من میرم فردا میام اسفند میگه این خود تو رامین میره واسه بره میره پیش زال میگه من میخوام فرار کنم نمیگه تو رو خدا پرت بده؟ نه اول میگه من میخوام فرار کنم که زال میگه دیگه نمیشه فرار کنی خب؟ حالا چرا دیشب نمیخواست فرار کنه الان میخواد فرار کنه؟ چی گفتی تو؟ فکر میره میزنه فکر میگه زورش میرسه فکر میگه خودت داره خبر نداره رو این تنیه تو چی گفتی با دیگه؟ آره دیگه میره که تجد به گنگاه کنم گفتی چیز انسانی میخوای بگیم میخوام خود ببین آدم یه جای خودشو میفروشه دیگه اون شب اول نه خوب شب دوم بگو من میفروشم وقتی مرگ سر کوچه است تو ازش نمیترسی ولی مرگ وقتی اینجاست تو خودت هم میری نه خب ما میگیم آقا ما اگر فقیر بشیم دزدی نمی‌کنیم ولی وقتی فقیر شدی و دزدی نکردی اون وقت مثلا چی ما میگیم مثلا گور آقای پوتین که رفته جنگ کنه تو اون وقت اگر جنگ نکردی ببین وقتی از تو دوره تو خرد داری تو تجزیه تحلیل داری ولی وقتی اینجاته هیچی نمی‌فهمی هیچ کی تو شاهنامه اینجوری نیست جز رستم و ما هممون همین کوفتی هستیم که رستم هست معلومه که الان نباید فرار کنی ببین به همین سادگی چی میشه مردی که مردی میخوای فرار کنی که چه کوفتی بشه مثلا میگه نمیری ببین چی میشه
همیشه وقتی یه چیزی از ما دوره ما برای خودمون خیرت داریم. اوف اینم خیرت داریم وقتی دوره خیرت داریم. این یعنی که رستم ماییم، هیچکی دیگه تو شاهنامه ما نیست. رستم نمون شد بس. باشه چه این تایزی در باید بخیریم. به اطلاعات کمی داشتم.